سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام اینجا کوکتل تیوی با ریاکشن دیر وقت در خدمت شما هستیم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ 11 مرداد 1401 هستیم که فکر کنم تولد پوری هست، گاد پوری، که یه پست و یک اجرا گذاشته و تولد 27 سالگیش به نظر میاد هست. تولدش رو بهش تبریک میگیم. گاد پوری عزیز و یکی از خفن‌ترین آرتیست های نسل جدیدمون که تقریبا فکر میکنم اگه شما نکنم من خودم 2015 کاراشو شنیدم، ولی فکر کنم یه کوچولو قدیمی تره. به هر حال تو این چند سال هست و کلی آهنگ باحال داده. تولدش رو از اینجا تبریک میگیم. امیدواریم یه سال توپ خفن عالی داشته باشه و مثل همیشه بزنه بهتری کنه. میخوام بریم ما هم اجراشو گوش کنیم، اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید هم حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. بریم که با هم ریاکشن به اجرای جدید پوری رو داشته باشیم. از دیجو به بعد باز فر کنار این آدم دیروزی، شلوار کتون پاش کنه عوض شو مدل موتی فوسیش. ای جو به بعد وقتی رو استیج بره با لیموزین. چه فازت قمی داره؟ یادم انگه تا یه جای چیز افتادم، شایه و مهیار کانسپت اینه. ایجا به بعد بعد عوض شم عوض شو مدل موتی فوسیش. ای جو به بعد وقتی رو استیج بره با لیموزین، میزنه آخرین پیکشو با رفیقا واسه پیروزی. ای یه جا ببر استوری میزنم آخرین کارم. چقدر غمگین روز تولد، چقدر غمگین. البته خب یه فکتی هست دیگه، حالا یه جا بده ممکنه همین پس فردا باشه، ممکنه 50 سال دیگه باشه. واسه پیروزی. ای یه جا ببر استوری میزنم آخرین کارم. میکشم کنار که بره پسرم ادامه راهم. ای یه جا ببر باز بشه وقتم باز خونه بادم. بشینم یه گوشه ببینم که همشون تو رفاهم. اگه جا بلد باس بپوشونم تتوهای تنم. بغزم گرفت، واقعا بغزم گرفت، چون هممون اگه جای بعد یه سری کارا میکنیم. مثلا اون داستانه بود میگه اگه جای بعد، یعنی هممون یه روزی بود که رفتیم تو خیابون رو بازی کردیم ولی نمیدونستیم آخرین باریه که میریم تو خیابون، حالا گل کوچیک میزنیم. ای خدا همشون تو رفا هم. اگه جا بلد باس بپوشونم تتوهای تنم. بمونم خونه بیشتر گوش کنم حرفای زنم. اگه جا بلد دیگه دغدغم میشن بچه ها. باس بمونم زنده که بدونن دارن یه نفر. من هم اگه جا بلد دیگه نمیتونم موه درد داشته باشم، از یه بلد باید بذارم کنار ریاکشن و حواشی رپ و ای بابا میشن بچه ها. باس بمونم زنده که بدونن دارن یه نفر. هر یه جا به بعد باس بگیرم دست بقیه رو. نخواه بده هیچ کیو دیگه براش، حتی اونایی که با هم رقیبن رو راهو پیدا کنم و دیگه برم. ببین یه حالت اعتراف هم داشت و از یه جا به بعد نخوام دیگه بده بقیه رو، حتی اونایی که رقیبن. شاید الان بعد یکی رو میخوام، یا تویی که بعد یکی رو میخوای دیگه از جواد بعد دست بگیری. اگه جای بعد اون موقعی که الان مثلا نسل یکی ها شاید تو موقعیتن، شاید توی یه بازه 7-8-10 ساله دیگه بیشتر شاید نباشن، چون با توجه به سناشون و به هر حال اینها همچین مضمون جالبی داره. اگه جای بعد باید دست بگیرم و خودم برم کنار، اتفاقی که به زودی شاید تو رپ فارسی ما میبینیم. حالا به زودی شاید یه بازه 5-10 ساله که خیلی از رپرهای قدیمی شاید دیگه نباشن، گرچه که الان هم داریم میبینیم خیلی ها دیگه نیستن، کم رنگن یا خیلی کمن. تلخ دارن یه نفر. هر یه جا به بعد باس بگیرم دست بقیه رو. نخواه بده هیچ کیو دیگه براش، حتی اونایی که با هم رقیبن رو. راهو پیدا کنم و دیگه برم، جدا کنم از همه مسیرم و خاطره بشه این روزا برام. دور بریزم بیتای مریضم رو. اگه جا باید بیتای مریض رو داریزم دور، سالم بشم. خیلی حس عجیبی گرفتم، خیلی داره با هم حس بازی میکنه، خیلی فازش رو گرفتم و بیتش چقدر باله. با اینکه صدا حالا خیلی واضح نیست ولی چقدر باله. اجرا پوری چقدر خوبه، اجرا زنده مسلط. کنم از همه مسیرم و خاطره بشه این روزا برام. دور بریزم بیتای مریضم و ایه جا به بعد دیگه فرسوده شدم و له. ایه جا به بعد، ایه جا به بعد دیگه هیچ کسو نمیخواد دلم. مخلص. خب با هم اجرای از یه جا به بعد از پوری شنیدیم. اولش من واقعا بغض کردم، یعنی خیلی با هم حرف زد، با دلم بازی کرد و اینا. هممون یه از یه جا به بعدی داریم که دیگه کسی خوشمون نمیاد، دیگه
ولی از اولینا تموم شده دیگه، اون سر درد نمیکنه دیگه، حس میکنی بعد راهتو پیدا کنی، دارم چیکار میکنم و اینها، و یاد به فکر کار. اگرچه که مثلا شاید خیلی اصلا تو این فاز خانواده و اینا نباشن، ولی خب این طرز فکری بود که حالا راجبش داشت پوری حرف میزد و این داستان ها بود. از اینجا بعد هممون دست بقیه رو بگیریم و بقیه کمک کنیم، از این فاز لاتی و جنگ و من بهتر از تو هم و فقط من حرف بزنم تو بشنوی و اینا میام بیرون. از اینجا به بعد تو پارک علاف نیستیم، از اینجا به بعد دیگه روزی 10 نخ سیگار نمیکشیم، از اینجا به بعد دیگه شبا با بچه‌ها نمیشینیم مشروب بازی فلان، از اینجا به بعد شاید سنم انقدر بالایی که دیگه نتونم برم باشگاه و و و و و. آهنگ در حالی که خیلی فاز غمگینی داشت به نظرم خیلی میتونه انگیزشی باشه که لحظه رو که میخواستم اینجوری بگم، قدر لحظاتی که دور هم داریم و بدونیم، آخرین‌ها رو بدونیم، استفاده زیاد بکنیم ازشون، چون از یه جای بعد بوکسری دستکشات آویزون کنی، فوتبالیستی باید کفشات آویزون کنی و و و و و. ای خدا دمش گرم پوری، مرسی به خاطر این کار، تولدش هم دوباره بهش تبریک میگیم. پوری هر کاری میکنه یا کار نمیکنه یا میکنه، واقعا همه جوره پرفکته و واقعا خیلی باحال بود. حالا این کانسپت آهنگش یه کوچولو شبیه تایجای شایه بود و مهیار، ولی من اینو با اینکه یه دقیقه بود بیشتر از اون ترک دوست داشتم، با اینکه حالا خیلی شبیه هم بودن به نظرم این بالتر بود. اون یه کوچولو به نظرم افسردگیش بیشتر بود، ولی این کار خیلی دوست داشتم و خیلی به دلم بازی کرد. یعنی تو اجراها بخوایم نمره بگیم، اولا که آرزو میکنم که موزیکش بیاد بیرون، یه موزیک کامل بیاد بیرون، ولی اگه بخوایم نمره بدیم من واقعا 9 رو بهش میدم. حالا خیلی رایمای عجیب غریبی نداشت، ولی یه کاری بود که اونجایی رو که دست گذاشته رو بود روش و قشنگ قلقلک میداد، اونجا هم احساست بود و فکر حالا به مسیر تو آینده و این داستان ها. یه سوری هم گذاشته بود که یه کار جنگ تو راهه، مثل این که اونم خیلی حال کردم. خلاصه امیدواریم که بیاد بیرون و اشغال کنیم. نظر شما چی بود راجع به این اجرا و اینکه هر وقت فکر می‌کنم یکی از آرتیستامون قراره بره خدافظی کنه، یا اینکه خیلی از بچهای نسل یکمون هم دیگه شاید آخرای مسیرشون باشه، خیلی دردناکه. ولی خب پیش میاد دیگه، این داستان. دمش گرم، امیدوارم که همیشه موفق باشه و یه سال عالی رو داشته باشه و همین دیگه. مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. کامنت ها رو اونزی بپاشید و لایک و دیسلایک و سابسکرایب و شیر این داستانیاتون نره. تا ویدیو بعدی. See you soon.